سلام، با 180 ثانیه یه پنج شنبه ششم دی ماه همراه ما باشید. نصرالله لشنی، زندانی سیاسی در زندان اوین، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این رفتار با او جلوی چشم همسر و فرزند خردسالش صورت گرفته است. نیروهای یگان ویژه ضد شورش نیروی انتظامی در اصفهان امروز پنجشنبه با یورش به تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز آموزگاران این شهر در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت تعدادی از معلمان این تجمع را متفرق ساختند. نیروی انتظامی همه رو پراکنده کرد، دو سه نفرم دستگیر کرد، نمیذارن حرفمون رو بزنیم. دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران در یادبود کشته شدگان سانحه واژگونی اتوبوس این دانشگاه تجمع کردند. این رویداد با واکنش‌های زیادی روبرو شده، اما هنوز توضیح رسمی و شفاف درباره آن داده نشده است. فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی، گفته است: از دیدگاه من فروپاشی محتوایی در حکومت ایران اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ظاهری و فیزیکی روی نداده و خیلی احتمال می‌دهم که این اتفاق هم بیفتد. کشاورزان محروم از حقابه زاینده‌رود در شهرستان ورزنه استان اصفهان امروز پنجشنبه در پی احقاق حقوق صنفی و معیشتی خود در ورودی شهر ورزنه دست به تجمعی آرام زدند. امروز 6 دی 97 همکنون ورودی ورزنه اتحاد کشاورزان. در حالی که نازنین زاغری همزمان با تولد 40 سالگی خود همچنان زندانی است، یک مقام ارشد قضایی تهران از به جریان افتادن پرونده دیگری علیه او خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز پنجشنبه گزارش دادند بر اثر واژگونی یک مینیبوس در شرق مازندران، 14 کارگر زن به همراه مردی که راننده مینیبوس بود زخمی شدند. در سالهای اخیر به خاطر افزایش دستمزد مردان در بخش باغداری به کارگیری زنان که تا 1/3 مردان دستمزد طلب می‌کنند با استقبال کارفرمایان مواجه شده است. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق به سفر اخیر غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا به عراق واکنش نشان داده و نیروهای آمریکایی را تهدید به اخراج از این کشور کردند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه به طور غیرمترقبه برای دیدار کریسمس با سربازان آمریکایی به عراق رفت.